درود بر شما که از تهران تا واشنگتن به تماشای افق نشسته اید. سیامک دهخانپور هستم در چهارشنبه 3 اسفند 22 فوریه. تجمع‌های اعتراضی و اعتصاب کارگران از کارخانه قند و تصفیه شکر اهواز تا مرکز اطلاعات تلفنی 118 کرمان و خط 3 متروی تهران به دلیل عدم دریافت حقوق 6 ماه گذشته و ایدی و پاداش. غرب با اهرام تحریم می‌خواهد کشور را به تزلزل بکشاند و حمایت مردم از نظام را سست کند. گفته‌های محمد حسین صفار هرندی، مشاور فرهنگی سپاه پاسداران. و 82 میلیارد دلار واردات در سال 91 و گران شدن کالاها با وجود افزایش تولید از محصولات داخلی. واردات سیب و پرتقال آزاد شد، بدهی چایکاران باز هم پرداخت نشد. ایالات متحده آمریکا میگوید هدف تحریم‌ها مقامات حکومتی در ایران هستند نه مردم. We are trying through all of our media platforms to the Iranian people. ما سعی داریم از طریق تمام ارتباط‌های رسانه‌ای خود با مردم ایران روشن سازیم که تحریم‌ها متوجه آنها نیست. سیاست‌های ما اجازه می‌دهد که صدور مواد غذایی، دارو و تجهیزات پزشکی ادامه پیدا کند. اما واقعیت این است که گزینش‌های نادرست حکومت فضای بین‌المللی دشواری برای هر نوع تجارت با ایران به وجود می‌آورد. ویکتوریا نولند سخنگوی وزارت خارجه آمریکا تاکید می‌کنند ما با مردم ایران در جدال نیستیم. آیا گزارش‌های حاکی از گرانی فزاینده مواد غذایی در ایران ناشی از تحریم‌هاست یا سیاست‌های حکومتی در واردات، نحوه اجرای هدفمندی یارانه‌ها که فاز دوم اون در ابتدای سال 91 اجرا خواهد شد و یا عدم سرمایه‌گذاری کافی در بخش کشاورزی که زمینه رو برای ایجاد یک بحران احتمالی غذایی در ایران فراهم کرده است؟ از شما پرسیدیم آیا تحریم‌های جدید ایران رو با بحران غذایی روبرو خواهد کرد؟ همطور که می‌بینید تا این لحظه کاربران فیسبوک اوفا اکثریت گزینه بلی رو انتخاب کردند، اعتقاد دارن که تحریم‌های جدید ایران رو به سمت یک بحران غذایی سوق خواهد داد. به فیسبوک افق برید و در این نظرسنجی و بحث امروز شرکت کنید. نگاهی بیاندازیم در هفت پرده به واکنش مقامات جمهوری اسلامی به تحریم‌ها و تأثیر اون و سیاست‌های دولت بر تأمین کالاهای اساسی و مواد غذایی. در مقابل تحریم ها یه حالت ضد ضربه پیدا کردیم تدریجا. می توانیم با تحریم ها مقابله کنیم به شکل های مختلف، یا دور زدن تحریم ها که شگرد خوب و جالب و ظریفی است. محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی ایران: گویا در شعب ابی طالب گرفتار شده ایم، باید بتوانیم 2 سال خود را حفظ کنیم. این روسیاهای بد محاسبه‌گرها خیال میکنن ما امروز در شرایط شعب ابی طالبیم. نیست اینجور، ما در شرایط بدر و خیبریم. اسدالله عسکرولادی رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین: تا 6 ماه دیگر قحطی خواهیم داشت. مهدی غضنفری وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران: ذخایر مواد غذایی کشور کافی است. صادرکنندگان برنج در هند: ایرانی ها 140 میلیون دلار بدهیشان را پرداخت نکردند. مالزی صدور روغن نخل به ایران را قطع کرد. تحریم های مالی مانع پرداخت بدهی تاجران ایرانی. رویترز: ایران در ازای مواد غذایی نفت و شمش طلا می‌دهد. روزنامه خراسان: آجر قرمز در بازار گوشت قرمز. احمد احدی رئیس اتحادیه فروشندگان گوشت قرمز مشهد:
کمبودی در بازار مشاهده نمی شود. مهمانان امشب افق خانم ژاله وفا تحلیلگر اقتصادی و عضو تحریریه نشریه انقلاب اسلامی در هجرت از آلمان، خانم سارا بازوبندی تحلیلگر ارشد مؤسسه اقتصاد جهانی روبینی از لندن و آقای دکتر بورقان نظامی استادیار اقتصاد دانشگاه رایس در هیوستون تگزاس. درود به هر سه شما به افق، خوش آمدید. خانم بازوبندی، ابتدا تعریفی به ما بدید از امنیت غذایی، ببینیم امنیت غذایی دقیقاً چه هست تا بعد پیدا بکنیم که چالش‌های پیش روی جلوگیری از ایجاد یک بحران غذایی چه خواهد بود. بله، طبق اون تعریفی که در نشست جهانی غذا در سال 96 در روم ارائه شده، امنیت غذایی یعنی اینکه تمام افراد دنیا در مقاطع مختلف دسترسی سالم از لحاظ اجتماعی و اقتصادی به مواد غذایی که در خور مثلا اون رژیم غذایی منطقه ایشون هست داشته باشن. این تعریفی هست که به هر حال از لحاظ اینکه امنیت غذایی اصلا یعنی چی، اینکه حالا خطری داره تهدید میکنه امنیت غذایی جهانی رو، جواب کوتاه به این سوال هست که بله، و این خطر یه خطر خیلی جدی هست، خطر بین‌المللی هست. از سال 2008 تقریبا یه زنگ خطر خیلی جدی برای همه دنیا به صدا در اومد و بعد از اون با توجه به اینکه خب و اون چیزی هم که به اصطلاح این زنگ خطر رو به صدا در آورد افزایش شدید قیمت مواد غذایی بود. ماه فوریه سال 2011 معذرت میخوام، دوباره افزایش قیمت مواد غذایی به همون میزانی رسید که در سال 2008 رسیده بود، یعنی اون شوک قیمتی که در بازارهای بین‌المللی غذا وارد شده بود دوباره برگشت بعد از تقریبا حدود 3 سال. حالا فاکتورهایی که این مسئله رو داره تشدید میکنه، فاکتورهایی که داره باعث میشه که این بحران قیمت در بازارهای بین‌المللی غذا هی به اصطلاح در حال افزایش باشه و در حال تشدید باشه، یه سری فاکتورهای اون کلی هستن که تقریبا میشه گفت همه جهان هم باشون دست به گریبانه، مثل مثلا فرض بفرمایید که محدودیت ذخایر یا محدودیت امکانات عرضه، گرون بودن حمل و نقل مواد غذایی و محدودیت منابع کشاورزی به طور کلی که حالا در سایه تغییرات جوی و تغییرات آب و هوایی شدیدتر هم شده. آخرین فاکتوری هم که تقریبا میشه گفت که خیلی تاثیر میذاره رو بازارهای بین‌المللی در بازارهای بین‌المللی غذایی، اون واکنش سریع و مقطعی هستش که بازار به اتفاقات پیش‌بینی نشده در همواره نشون میده از خودش، و این هم خاص بازار مواد غذایی نیست، تو تمام بازارها همینطور هست. مثلا اگر که فرض فرمایید خشکسالی در یک منطقه از دنیا بیاد که حالا نقش سازنده‌ای در تولید مواد غذایی داشته اون منطقه، که خب بدتر هم خواهد بود، یا ناآرامی‌های سیاسی و اجتماعی هم به هر حال تشدید میکنه این مسئله رو. خب آقای دکتر نظامی، بفرمایید شما چگونه قضیه رو میبینید با توجه به این با تصویر کلی که ما از صحنه بین المللی و جهانی ارائه کردن خانم بازوبندی، با موضوع ایران رو ما بخوایم از این وسط در واقع بیرون بیاریم، سوال برنامه هم این بود، بحث تحریم ها مطرح هست، فاکتورهای زیادی از طبیعت مسئله واردات، مسئله هدفمندی یارانه ها و اجراش سرمایه گذاری در بخش کشاورزی یا عدم سرمایه گذاری کافی، شاید بهتر بگیم، یا فاکتورهای زیست محیطی که خانم بازوبندی مسئله خشکسالی به شکلی اشاره کردن. ابتدا اگه موافق باشید با بحث تحریم وارد بشیم که ببینیم تحریم اساساً چقدر تأثیر گذاشته بر شرایط فعلی و تأمین مایحتاج اساسی مردم و مواد غذایی. نکته ای که من علاقه دارم از اونجا شروع بکنم اینه که وقتی ما راجع به بحث غذا صحبت میکنیم، دو تا موضوع هست. یکی این که آیا تولید مواد غذایی یا بر صورت واردات و ذخایر مواد غذایی در کشور کافی هست برای تأمین مایحتاج عامه مردم یا خیر. یک بحث دیگه این هستش که آیا قیمت هایی که این مواد دارن با توجه به اون به هر صورت نابرابری اقتصادی که طبیعی هست در هر جامعه وجود داره، این مواد غذایی رو برای اقشار مختلف اقتصادی قابل دسترس نگه می‌داره یا نه.
واقعیت امر اینه که ایران کشور مناسبی برای کشاورزی نیست. درسته که مثلا آقای خامنه‌ای همیشه صحبت از این می‌کردن، الان کمتر می‌کنن در این چند سال اخیر، که کشاورزی محور توسعه ایران هست. آخرین موردی که ایشون یک سخنرانی مفصلی در این مورد داشتن در دی ماه سال 82 بود که اونجا مفصل گفتن که کشاورزی محور توسعه است و با وجود کمبود آب، با وجود اینکه ایران واقعا مثلا مقایسه کنید با ترکیه خیلی زمین‌های قابل زراعت زیادی نداره، مثلا برای ایران هست مثلا 13 میلیون هکتار ایران زمین‌های قابل زراعت داره، ترکیه که کوچکتر از ما هست مثلا 18 میلیون زمین قابل زراعت داره، به دلیل حالا این جغرافیایی که ایران داره و کمبود منابع آبی هم که ما داریم. حالا سال‌ها صحبت از این بوده که در ایران باید کشاورزی محور توسعه باشه، ولی واقعیت اینه که ایران جای مناسبی برای کشاورزی نیست. برشاد یک سری فعالیت های از یک سری محصولاتی هست. آقای نظامی عذر میخوام صحبتتون رو قطع میکنم. نکته که اشاره کردید در مورد آقای خامنه‌ای، طبیعتاً قضیه به قبل از آقای خامنه‌ای هم برمیگرده. مثلا ایده شکل‌گیری جهاد سازندگی و بحث خودکفایی ایده‌ای بود که از ابتدای انقلاب مطرح میشد. آیا بدون توجه به این واقعیت‌ها ایده ها دنبال شده و هزینه های هنگفتی بابت این پروژه ها صرف شده؟ نگاه کنید، اگه شما من حالا اگه برمیگردیم راجع به این موضوع صحبت میکنم، فقط من یک نکته رو بگم راجع به هزینه هایی که داره میشه راجع به این موضوع. کل یارانه هایی که داده میشه به محصولات کشاورزی که از داخل دارن تولید میشن، فرض کنید مصرف سرانه این یارانه ها به قیمت ثابت از سال 1369 تا سال 87 که آخرین سالی هست که ما آمار قابل اتکا داریم، اینا 5 برابر شدن به قیمت ثابت، یعنی بحث تورم اینها نیست. یعنی در سال 87 سرانه هر نفر در ایران به ازای اون هر نفر 140 هزار تومان یارانه داشته دولت میداده به طرق مختلف به تولید کنندگان محصولات کشاورزی، به این امید که ما بتونیم حالا به اصطلاح امنیت غذایی خودمون رو حفظ بکنیم. من برگردم سر بحث اولم که به هر صورت ایران خیلی کشور خوبی نیست در زمینه تولید مواد غذایی، یک سری مواد خاص رو خوب میتونه تولید بکنه و این نشون میده خودش رو در به اصطلاح تراز تجاری ما در زمینه محصولات کشاورزی، که مثلا در سال 88 که آخرین آماری هست که ما داریم تراز تجاری منفی داشتیم 4.3 میلیارد دلار، یعنی ایران کلا 8.5 میلیارد دلار محصولات کشاورزی وارد کرده، 4.2 میلیارد دلار محصولات کشاورزی صادر کرده، یک تراز منفی رو داشته در زمینه محصولات کشاورزی. حالا این وضعیت رو که ما بالاخره وابسته هستیم در زمینه مواد غذایی به کشورهای خارجی، علارغم تمام تلاشی که شده برای اینکه یک خودکفایی به اصطلاح داشته باشیم، در این شرایط اتفاقی که میفته اینه که به محض اینکه یک شوک وارد میشه به واردات ما، این شوک خودش رو به هر صورت در مواد در قیمت مواد غذایی نشون میده و با توجه به اون نابرابری اقتصادی که وجود داره، به محض اینکه یک مقدار نگرانی پیش میاد نسبت به تأمین مایحتاج غذایی در آینده، افراد مختلف، طبقات مختلف اقتصادی توانایی‌های مختلفی برای خرید مواد غذایی دارند و طبقات که وضعشون بهتر هست، اینا خب توانایی رو دارن که قیمت بالاتری رو بپردازن و قیمت مواد غذایی بالا میره و این به نحوی دسترسی اقشار پایین رو به دلیل این بالا رفتن ناگهانی قیمت به مواد غذایی لازمشون تقریبا ناممکن می‌سازه. در بعضی مواد غذایی خصوص مثل گوشت قرمز و این صحبت ها که اول برنامه هم اشاره شد، این موضوع مربوط به ایران هم نیست، این به صورت کلاسیک وقتی که شما به تمام قحطی هایی که وجود داره نگاه میکنید، در اکثر اینا میبینید که موضوع لزوماً به خاطر کمبود مواد غذایی نیست، موضوع برمیگرده به نحوه دسترسی، توانایی دسترسی افراد و اقشار مختلف به این مواد غذایی که وقتی قیمت ها به شدت افزایش پیدا میکنه ممکنه که این ما وارد وضعیت خطرناک بشیم. البته من خیلی معتقد نیستم که ما به وضعیت بحرانی رسیدیم در این مورد. حالا صحبت می‌کنیم. حتما برمیگردیم. خانم وفا در چندین مورد رو انگوش گذاشتن، هم خانم بازبندی و هم آقای دکتر نظامی. اگر اجازه بدید با این بخش در واقع وارد بشیم، بحث رو دنبال بکنیم، بحث واردات و تراز تجاری منفی که آقای نظامی هم روش انگوش گذاشتن، ایران چقدر این تحریم‌ها در واقع تاثیر گذاشته بر
تامین مواد غذایی با توجه به واردات زیادی که در حوزه غلات و اینا داره. توضیح بفرمایید که این میزان وابستگی چقدر ضربه زده؟